امام جمعه خامنه ای در یزد در هراس از گسترش دادخواهی و فراخوان ها برای محاکمه سران رژیم به خاطر قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 گفت: مجاهدین امروز مدعی شده اند نظام به آنها ظلم کرده و با پشتیبانی آمریکا و غرب در صدد شکایت و پرونده سازی علیه نظام در مجامع جهانی هستند. آخوند محمد رضا ناصری در نمایش جمعه یزد افزود: دولت و به خصوص وزارت خارجه نباید نسبت به این اقدامات مجاهدین در خارج کشور بی تفاوت باشد. آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در مصاحبه‌ای درباره جلاد اوین لاجوردی ضمن اعتراف به پایگاه اجتماعی مجاهدین گفت: یادم هست موقعی که مجاهدین خلق زندانی در پی پیروزی انقلاب از زندان آزاد شدند و پرچم خود را با آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما در راه پیمایی ها بالا بردند، اکثر مردم نسبت به آنها حسن نظر داشتند. مجاهدین با مطرح کردن چهره هایی که آنها را شهدای انقلاب تلقی می کردند بین نسل جوان به خصوص دانشگاه ها به سرعت عضوگیری می کردند و موفقیت هایی را هم به دست آورده بودند. از گزارشاتی که درباره فعالیت های آنها از سراسر کشور می آمد کاملا مشخص بود که اعتقادی به رهبری امام ندارند و طبق برنامه ها و مقاصد خودشان کار می کنند. آنها بعد از پیروزی انقلاب و در فضای باز سیاسی به یارگیری گسترده در سطوح مختلف جامعه دست زدند. آخوند جلاد رئیسی درباره نقش خمینی در جنایات ارتکابی توسط لاجوردی، جلاد خوناشام اوین، وی را مقلد واقعی خمینی توصیف کرد و گفت: در مباحث شرعی مجتهد بودن قاضی از شروط لازم است، اما بعد از انقلاب به دلیل اینکه دستگاه قضا باید اداره می شد و مجتهد هم به اندازه کافی نداشتیم، خمینی گفت مقلد هم می تواند قاضی باشد به شرط آنکه مباحث فقهی را به اندازه کافی بداند. لاجوردی هم فقه را به اندازه کافی می دانست و هم به معنای واقعی کلمه مقلد خمینی بود.